استاد منوچهر اسماعیلی. عالی جناب بزرگ اسماعیلی. ایشون اسطوره بود. در مورد استاد ساعت ها میشه صحبت کرد واقعا. به شخص وقتی این مصیبت رو شنیدم اصلا بی اختیار احساس یتیمی کردم. شما ببینید این جمعیت و هر جایی تو رسانه همه جا دل همه رو شکست، همه ناراحتن، همه یک اسطوره رو از دست دادیم. من همیشه اینو گفتم که دوبله با نام منوچهر اسماعیلی زنده و زنده خواهد بود. صدای او از بین نرفته، صداش هست. امیدوارم اونایی که باهاش آشناسن حالا بیشتر فیلماشو ببینن. نام آقای اسماعیلی مثل یک شخصیت نامدار جهانی برای همه ایرانیان معروف هست، در خارج از ایران هم معروف هست. چون در رأس هرم بودن، در رأس هرم دوله بودن، ستون اصلی واقعا دوبلاژ ایران بود. همه بچه های ما ستارن، ولی بعضیا می درخشند مثل آقای منوچهر اسماعیلی. ایشون واقعا ستاره پرفروغی بود که از بین ما رفت. منوچهر اسماعیلی اتفاق بود به نظر من. ایشان در میان بزرگان دوبلاژ ایران یک پله از همه بالاتر بودند و این شاهدش کارهایی است که از ایشون باقی مانده. به هر حال اون سلطان بوده و همیشه سلطان صداش البته هست، حالا خودش اگر نیست صداش همیشه هست، تا ابد خواهد بود. کارهایی که ایشون انجام داد در تاریخ دوبله ما بی نظیره. دوبله فیلم مادر، خدا رحمت کنه علی حاتمی رو. علی حاتمی اصلا کار دوبلاژ خیلی دوست داشت و همیشه دوست داشت که فیلماش دوبله بشه. علی حاتمی در فیلم مادر نهایت استفاده از منوچهر اسماعیلی کرد، که اسماعیلی همیشه به من میگفت من برای علی حاتمی خودم رو لخت کردم، یعنی هر چی در چنته داشتم در فیلم مادر پیاده کردم و خودم رو خالی کردم. با علی حاتمی زندگی کرد و میدونین که در هزار دستان و این جایی چند نفر صحبت کرد و هیچکس باورش نمیشد. خدا انشالله علی حاتمی رو هم خدا رحمت کنه، منوچهر اسماعیلی روح شاد باشه. سابقه دوستیم با ایشون از سال 1337 کار بوده، شاید گاهی از اوقات مسابقه بوده که ایشون همیشه برنده بودن. نبوغ داشتن، یعنی آقای اسماعیلی نابغه این کار بود. بسیار شناخت درستی از فیلم داشت، اون فیلمی که روش کار میکرد، شخصیتی که جاش حرف میزد، قشنگ برای خودش تحلیل میکرد و همیشه بهترین ارائه را داشت. اون چی که به من و ایشون و امثال ما غالب هست عشق، همین. جز عشق هیچ چیزی وسیله ورود ایشون به این عالم هنر نبود. یه فیلمی من دوبله میکردم برای زندگی اورسون ولز بود. بعد آقای اسکورسیزی آمد سخنرانی کرد و گفتش که این روسا کلمه نابغه رو کمتر به کار میبرن و من امروز میخوام درباره آقای اورسون ولز به کار ببرم، بگم که او نابغه بود و منم میگم مرحوم منوچهر اسماعیلی عزیز یک نابغه بود. روحش شاد. این شخص به نظر من تکرار پذیر نیست. دم آخه دوبله بدون واقعا منوچهر اسماعیلی چه مفهومی داره؟ ولی خب جبر روزگاره، کاریش هم نمیشه کرد. یاد و خاطرش هرگز 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 از قلب ما بیرون نمیره. منوچهر اسماعیلی تموم شدنی نیست، صداست که میماند. منوچهر اسماعیلی از نظر ما نمرده، هنوز هست، سایش و صداش بالا سر دوبله هست و از مردم بسیار سپاسگزارم که اینقدر به نسبت به دوبلاژ و گویندگان دوبله اینقدر محبت دارن.